مجونی عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه ما. خیلی خوش آمدی. خیلی ممنون. یک طبق برنامه ما یک رسمی داریم که شما با بیننده‌های ما یک صحبتی می‌کنید، ما می‌ریم مصاحبهشون. بله، من سلام عرض می‌کنم به بیننده‌های این برنامه و خیلی خوشحالم مجدداً در واقع مصاحبت شما همیشه برام لذت بخش بوده و خوشحالم. مثلا حسن الان چی کار میکنی مجدداً؟ الان والا درگیر یه سریال خانگی هستم که مال کیارش اسدی زاده است، در واقع با رضا عطاران دو تایی. چه خوب. بله. مقابل رضا بازی داری؟ بله، اولین بارم هست، چون ما همدیگر مثلا از همون سال 67-68 که به اصطلاح تو دانشکده بودم داشتم درس میکنم میشناختیم. اونم در اون مشهدی دانشکده تهران بودی؟ اونم اون فکر میکنم تو نیاوران میخوند. آزیتا حاجیان؟ نه خیلی، ما دراماتیک بودیم. آه دانشکده هنر. و آزیتا حاجیان تو دانشکده ما بود، پایان نامه داشت. آها. بعد بچه های نیاوران رو برداشته بود، آورده بود که رضا بود، فکر میکنم سعید آقاخانی، فرهاد اصلانی، یادم نیست فرهاد اونجا داشت درس میخوند یا نه، که فکر میکنم شاید، چون اینا کاردانی میخوندن، یه دوره نیاوران یه کاردانی گذاشته بود که اینا فکر میکنم محصول همون دورن. البته نمیدونم رضا اونجا خوند یا نه، ولی میدونم که با اون اکیپ بود. هیچ وقت رضا تو رو دعوت نکرد تو سریالش بازی کنی؟ نه، جالبه، هیچ وقت. خیلی جالب. بله. هیچ وقت حسن، این اولین باریه که با هم بازی میکنیم. با هم بازی میکنیم، بله. سریال کمدیه دیگه، درسته؟ بله، تقریبا مثلا ژانر کمدی جنایی. اوه، جنایی. بله، خوبه. خب از عطاران کار دیده بودی قبلا دیگه؟ بله بله بله. نظر چیه راجع به عطاران عنوان بازیگر؟ توی چیز مجموعه بچه‌ای که کمدی کار میکنه همیشه برام خوشایند بود، چون اولا از اون فانتزیایی که من خیلی بدم میاد دور بود کاملا. سریالای خودش اینجوری بود؟ بله، سریالای خودش اینجوری بود. سریال خودش خیلی درخشان بود. خیلی. اینه که از اونجا سریال هاشو دیدم، کارش هم خیلی دوست داشتم، چون جزو کسایی هم بود که خیلی دست و پا نمیزد تو صحنه برای بازی کمدی و اینا، و خیلی نرم همیشه حضور داشت. این بود که برام خوشایند بود. سینمای کمدی رو تو دنبال کردی؟ تو البته با کمدی وارد شدی، ولی بیشتر تئاتری هستی. میریم به اول تئاتر هم صحبت میکنیم، اما الان از سینمای کمدی صحبت کنیم. سینمای کمدی ایران رو تو دوره‌هاشو بودی دیگه تقریبا؟ بله. این دوره‌ای که وارد سینما شدی دوره احمدی نژاد وارد سینما شدی؟ بله. پاداش بود دیگه فکر کنم؟ بله بله، پاداش بود. آره بود. البته همیشه پای یک سن در میانه است، ولی خب چون نقشم هم زیاد کوتاه بود در واقع اونجا، ولی کار اصلیم با همون از رئیس من اولین بار تو توی پاداش رو توی ارشاد نشون میدادن. بله. توقیف شده بود. بله بله. دعوت کردن، ما پاداش رو داشتیم میدیدیم که کارگردانم نبود، به همه بودن که نظر بدن پاداش اکرام بشه یا نشه. ظاهرا از اون تاریخ که ما دیدیم مثل که خیلی طول کشید که بله 10 سال طول کشید این کار رو اکرام بشه. 10 سال توقیف. 10 سال توقیف بود. هیچ وقت گفتن چرا توقیفه؟ والا نه، طبق معمول که من تصور میکنم، حتی هیچ وقت چیز مشخصی وجود نداشت. یه خط قرمزهای کلی وجود داشت، اما این خط قرمزها آدم به آدم عوض میشد. یعنی کسی که متولی بود بیشتر سلیقه های اون تو اون خط قرمزها اعمال میشد. چون من فکر کنم قبل از دوره شمقدری توقیف شد، چون فیلمو شمقدری نشون داد موقعی که معاونش شاید تا اونجا اونا که تو حافظم مونده. بله بله. آره اون نشون داد و بعد اونم نتونست مثل که مجوز بگیره. بله. رفت دوره بعدی مجوز گرفت. بله. و طوری هم مجوز گرفت که فیلم رو دیدم گم من شد دیگه. اصلا هیچ چیزی نداشت که به نظرم تو زمان خودش خیلی میتونست موفق باشه. فیلم موفقی بود، چون تو کارنامه آقای تبریزی فکر میکنم بعد لیلی با من است بود. اصلا لیلی با من است یکی از فیلم‌های خوب سینمای کمدی ایران. بله.
و تو این بیشتر کارت با کمال تبریزی هستن بله تو سینما، یعنی بیشتر با کمال تبریزی شروع کردی. کمدی های کمال تبریزی رو چگونه ارزیابی میکنی؟ از این منظر که یه ذره حالا رویکرد اجتماعی داره، مثلا از این منظر دوست داشتم، ولی واقعیتش اینه من کلن الان مثلا خودم به این نتیجه رسیدم که سینمای کمدی اعصابم خورد میکنه، چون با قرائت آدم ها سر کمدی بودن مشکل داره. فکر میکنم که مثلا آخه این چه چیزهاییه دارن میگن که اصرار دارن که حالا اینجوری بشه کمدی میشه و مردم میخندن، و من دارم میگم که خب این نیست. اینجوری بشه کمدی میشه مردم میخندن، منظور دلغک بازیه؟ به نظر من خیلی سطح پایین دارن میگیرن کمدی رو. خیلی کمدی خودشو درست حسابی نشون نداده. شاید مثلا همون جاهایی که دارم میگم که بد نبود، مثلا لیلی با من است، حالا اون از یه منظر دیگه شاید میشه بهش پرداخت، از منظری که یهو وارد یه دنیایی داریم میشیم که خیلی اجازه نمیدادن. بله، و خود سناریون تا مدت‌ها اجازه ندادن. بله. بعد که اجازه گرفت ساخته شد، تو جشنواره مطرح شد که این سناریو قابل چیز کار نبوده اصلا. بله، از نظر ارشادی ها منظورمه. بله بله. ارشادی قبل از اصلاحات ها. بله. 74 یا 75 بود بشه. 74 بود بشه فکر کنم. بله فکر میکنم. حالا فکر کنم 74 بشه. اینه که مثلا از اون منظر که حالا داره یک چیزی رو، چون کمدی حتما باید این حمله رو داشته باشه، این انتقاد کنه. این روی کرد مال کمدیه. یعنی مثلا بقیه شون حالا خیلی نه اینکه ندارن، ولی کمدی خیلی صریح‌تر داره این کار رو میکنه. ببین کمدی به شرایط جامعه خیلی بستگی داره. بله. یعنی شرایط جامعه خیلی رو کمدی تاثیر میذاره. یعنی الان تو از همین فیلم لیلی با من است می‌رسیم به فیلم مارمولک آقای کمال تبریزی. بله. در دوره اصلاحات که اونم توقیف میشه، ولی خیلی فیلم خوبیه اونم. بله. آره. می‌رسیم به دوره احمدی نژاد. فکر نمی‌کنی دوره احمدی نژاد لومپنیز وارد کمدی میشه؟ نه تنها وارد کمدی میشه، به نظر من به عنوان یه گفتمان اصلی تو همه چی هست. آفرین. حتی آفرین. توی تو سیاست. سیاست هم آره همینه. آره. لومپنیز حالا حتی در سیاست هم وارد. بله. چون در هر صورت اون سلیقه‌ای که تو داره فرهنگ رو داره به اصطلاح هدایت میکنه، اون هم بخش مهم بدنه سیاسی اتفاقا، و وقتی این اتفاق داره میفته خب اونجا هم تأثیر خودشو داره میبینیم. آره، چون ما لومپنیزم تو دوره اصلاحات نداریم، یعنی لومپنیزم وارد سیاست. بله. نشده، وارد کمدی هم نشده. قبل از اون یه مقدار کمی، حالا مدیریت قبل از اصلاحات، مدیریت دهه 60 جلوی کمدی های لومپنی رو میگیره، نمیذاره. در واقع مدیریت بعد از آقای خاتمی هم، در واقع مدیریت میر سلیم هم، اصلا با کمدی میانه ای ندارن اون دوره. قضیه اصلا قضیه میاد دوره اصلاحات با مارمولک و چند تا فیلم دیگه، و بعد دوره احمدی نژاد که تو فیلمات بیشترین فیلمات دوره احمدی نژاد بود. بله. و دوره آقای روحانی. آره. درسته. پس کمدی به جامعه، به شرایط جامعه بستگی داره و شرایط جامعه به شدت شاید هر چقدر شرایط جامعه بدتر باشه، نیاز به کمدی بیشتر میشه تو اونجا، چون در واقع کمدی اون جای چیز رو داره عمل میکنه، در واقع سوپاپ روانی جامعه است. سوپاپ اطمینان. اطمینان. آره آره آره. که داره فشارها رو در واقع یک جوره شاید تعدیل میکنه. تعدیل میکنه. تعدیل میکنه. آره، تعدیل میکنه. و در واقع الانم دوباره لومپنیز وارد کمدی شده. بله. یعنی البته بود لومپنیز از زمان احمد جاد که وارد شد، از کمدی خارج نشد، ولی الان باز به شدت در واقع لومپنیز وارد کمدی شد. بله. خیلی با سیاست ارتباط داره کمدی اصلا. بله، من فکر میکنم که شاید جنس آدمهایی که دارن میان، چون از این جنس آدمها، حالا مثلا رویکرد احمدی نژاد یه جوری بود، این جدیدیا یه حال هوا دارن، ولی به لحاظ سنخیت جبهه بندی هایی که ما نمیفهمیم چی به چی هست، خیلی نزدیک هم به هم دیگه.
این قشر اساساً نه با فرهنگ زیستن نه رابطه ای باش دارن، و وقتی نداشته باشن اینه که تصورشون هم همه ابتداییه واقعا، یعنی از کمدی تصورشون همون جوک هایی هستش که دارن میگن تو زندگی عادی ما به همدیگه میگیم و میخندیم و خیلی بهش به نظر من جدی نگاه نمی کنن. این اصلا نمیخوان نگاه کنن. این دغدغه تو هیچ کدومشون تقریبا نبود. شاید مثلا تو همون دورانی که داریم میگیم که سال کدوم دوره میگی تو؟ دوره از دوره خاتمی رو دارم میگم. نه دوره 70 و 60 تا 80 بله، که این تصور وجود داره که محصولات ما صرفا از جنبه این که حالا وقتی داریم اسم فرهنگی روش میذاریم یعنی خیلی رسالت هایی داره، ولی وقتی تقلیلش میدیم به این که تبدیل میشه به یک چیزی که فقط بتونه آدم رو سرگرم بکنه، از اون قاعده در میاد بیرون. اینجا سرگرمی هم وقتی میاد اسم کمدی اون وسط هست تو بدترین شکلش. بسیار درسته. البته این نکته خیلی تلخیه، تو تاریخ هم نگاه کنید، تو دنیا هم کمدیان خیلی جدی نگرفتن هیچ وقت. جری لوئیس خیلی خوب بود ولی من یادم نمیاد اسکار گرفته باشه. دقیقاً اتفاقا میخوام همینو بگم که بگم اصلا کمدی هیچ وقت شما ندیدین آدمهایی که مثلا تو اسکار بگیم که این اسکار گرفت به خاطر کمدی. آره آره من یادم نمیاد. در حالی که واقعیتش بازی کمدی، حالا اون چیزی که دارم میگم مستثنا میکنم، چون مثلا یه سری آدم هستن موجودات بانمکی هن و وقتی توی فیلم نامه قرار میگیرن فیلم نامه کمدی، هر موجود بانمکی باشه تأثیر خودشو داره میذاره و میگیم که این آدم کار داره میکنه توی این سینما. اما الزامن بگیم که این آدم کمدیانه کمدیان نیست، ولی بازی کمدی واقعیتش اینه خیلی سختتر از بازی تراژیک هست. همیشه هم بازی تراژیک دیده میشه، کمدی دیده نمیشه، به صرف اینکه ما داریم میریم اونجا یه تفریح داریم میکنیم، یه ذره شوخی میکنیم، آدم رو بخندونیم، اینه که کار رو میکشونه به یه سطح پایین تر. یعنی هیچ وقت تصور نمیکنن که بابا این کار کمدی خیلی کار فنیه، به خاطر اینکه شما هم خود اون آدمه باید حضور داشته باشه، هم فاصله‌ای که از نقشت داری میگیری، چون این فاصله رو نگیری به هیچ عنوان کمدی شکل نخواهد گرفت. یعنی همزمان یه کار عجیب داری میکنی، خودتی با فاصله‌ای که از خودت گرفتی. اصطلاحی که مثلا این خیلی قبلتر از این داستانهای قرن 19 اینا تکرار شده که فکر میکنم دیدرو یا دیدرو که یه چیزی بود مطرح کرد اینو، این فاصله رو که آدم ها بازیگرای کمدی باید این فاصله رو نگه دارن که شامل اون اتفاق بشه، یعنی اون کنش کمیک در واقع شکل بگیره. آره ببین ما مثلا ایتالیایی ها خیلی کمدی اجتماعی های درخشانی داشتن. بله. آره دوره دوم نورالی پیترو جرمی و ماریو مونیچلی و اینا خیلی کمدی های درخشانی داشتن. یعنی در واقع ما این کمدی های مثلا بیلی وایلدر خودمون، بیلی وایلدرمون که بی نظیره. بله. که حتما فیلماشو دیدی. خب فیلم های طنز اجتماعی خیلی درخشانی داره دیگه. آپارتمان و در واقع شیرینی شانسی و اینا همه. تو ایران اینو کمدی ها رشد نکرد، کمدی های کلامی بیشتر رشد کرد. بله. علتش چی بود؟ به خاطر اینکه ما سنت تقلید؟ بله سنت کلامی هم آخه خیلی. آره نمایشایی که از روحوزی های تقلید اومده که بله همه تیکه میپرونن چیز دارن میگن. اینه که و معمولا هم توی سینما چون خیلی با آدم هایی که کار کردم اصرار دارم به یه ریتم عجیب غریب تند که و سکوت رو تقریبا دشمنن. حتی تو این نسل جدید کارگردانه این نسل جدید دیدم که به شدت با
سکوت دشمنی دارم میکنم، ولی واقعیت اینه خود سکوت خیلی سکوت کمدی. منظور تأمل توی لحظات فیلمه دیگه، منظور اینه. بله بله بله، یعنی تأملایی که باید بشه نمیکنن و در نمیشه تون تون آدم آره. فقط میگن پشت سرم که یه چیزی خنده شکل بگیره و نمیذارن این خنده. اون حتی کمدی بزن به کوبم نداریم. نداریم بله. آره این نکته خیلی مهمه. اون فکر میکنم شاید یه ذره مربوط به آدمهای پشت دوربین باشن، چون یک چیز فنیه کاملا، از یه تایمینگ و ریتم داره صحبت میکنه که ما معمولا حتی عادت هم بهش نداریم. البته این روزا مردم اینو دارن، این ریتم رو دارن تجربه میکنن. شاید ما یه مقدار کمدی اجتماعی داریم، کمدی رمانتیک داریم، آره کمدی کلامی و این نمایش های تقلید داریم دیگه، نمایش های روحازیه که داشتیم. بله سنتمون، سنتمون داره. بله و واقعیت اینه توی غرب از یه جایی که این خلوصه که از بین داره میره، فرق بین این که کمدی تراژدی کاملا منحل شده و فیلم های امروز تراژیک ترینشون پر لحظه های طنز و چیز هستن، و اینه که همش داره ژانرایی میاد، ژانر نگم چون اشتباه داره میشه تو سینما، یه ذره تعریفم با این چیزی که تو تئاتر داریم مطرح میکنیم یه ذره فرق داره. یعنی منظورم درصد کمدی تراژیکه، اینه که مثلا یه کاری مثل گروتسک الان داریم میبینین، اون ور داره باب شده، خیلی دارن کار میکنن، این درصدها زیاد شده، یعنی دیگه حتی با خلوص هم خیلی کم میتونیم پیدا بکنیم. یه کمدی که بگین که خالصه خالصه، یا یک کار تراژیک که خالصه خالصه، اینه که اینا با هم دیگه ادغام شدن و محصولش هزار تا چیز دیگه است. نمونهش همین مثلا کمدی دارک، نمیدونم گروتسک، چیزهای دیگه است که درصدای اینا بالا پایین داره میره. بعضی هاشون کمدی درصد کمی توش هست، حالا کمدی از جنس طنزش رو دارم میگم، اینه که این ولوما بالا پایین داره میگم. اصلا یه نکته که خیلی برای من جالبه این که از زمانی که نمایشه مولیر آداپته میشه تو ایران اجرا میشه، و در واقع تو آداپته اون بورژواهای های شهرستانی مولیر تبدیل میشن به میرزا و حاجی، لهجه میاد حرف اصیل تو کمدی میشه. بله. بعد اون همون لهجه میاد تو فیلم فارسی وحدت و بقیه و همون بله. لحجه آمده، الان هم آمده. این دو ریشش از چی میاد ریشش؟ والا فکر میکنم که تو ترجمه اتفاق میفته، چون مترجم در این حال که داره اثر رو ترجمه میکنه یک چیزی اون وسط دیده نمیشه، ترجمه لحنه. کافیه که معادل سازی بکنه، یعنی بگیم که مثلا ما فلان طبقه رو اینجا نداریم توی ایران، ولی معادلش مثلا میخوایم بذاریم منوچهر خان. اون منوچهر خان یه طبقه ای رو داره شامل میشه که لحن داره. این تو ترجمه هیچ وقت دیده نمیشه، ولی ماها قراردادهای پذیرفته شده از جانب ماست که میپذیریم و اون طبقه رو میشناسیم، و اینه که لحن اون طبقه بدون اینکه هیچ اشاره ای تو متبش بشه میاد توی کار. نکته جالبه که دو لهجه ترکی و در واقع اصفهانی دو لهجه موفق تو نمایش ها و حتی در سینما. بله. و حتی الان هستن در واقع. الان هم همینه. که حتی تو جوک هامون هم همینه. جوک هایی که لهجه دارن یا مال ترکان یا مال اصفهانیان، رشتی ها هم بله. شاملش شمالی هم هستن. شمالی, شدن بله شمالی هم هستن. همین مثلا که متاسفانه اینها رو ما به عنوان اینکه سرکوب داریم میکنیم زبان محلی رو، این اتفاق تو جوک هامون هم آوردیم، یعنی داره تخریب میکنه. وقتی داره تخریب میکنه، شمالیه عاشق تهران میشه، بچه هاشون هم دیگه لهجه شمالی ندارن. اصفهانی هم همینجور. یه موقعی بود من تبریز رفته بودم، چون من خودم ترکم، ترکی صحبت میکردم مسخره میکردن به خاطر اینکه لهجه ما با اونا فرق داره. ظاهرا مثلا خود درصد فارسی، کلمات فارسی توش یه خورده زیاده. مسخره میکردن و به هیچ اونا فارسی جواب نمیدادن. ولی این اواخر برای یه فیلمی رفته بودم عمر، من اصرار داشتم ترکی صحبت بکنم و جواب منو فارسی میدادن. یه تغییر عجیبی اتفاق افتاده.
این اصرار که زبانها همه از بین ببریم این لهجه های بومی رو، که نمیدونم به چه وحدتی برسیم که نمیفهمم اینو، که خیلی مهمه. تو شعار اصرار داریم میریم به وحدت، اما تو عمل تو فرهنگ فاتحه اینا رو میخونیم با همین چیزهایی که میسازیم، تخریب داریم میکنیم با این ساختنه. یک جورایی چی میگن؟ مسخره میکنیم. مسخره میکنیم. بله. مسخره میکنیم. ببین ما استفاده درست نمیکنیم، مسخره میکنیم. بله بله بله. من رفتم تو شمال اون سال اولی که اونجا بودم، اون دوتا کار کوتاه چخوف رو، خرس و خاصگاهی رو اونجا آداپته کردم. آداپته کرد؟ به رشتی. بسیار جواب دادی، آداپته. با لهجه؟ درخشان. بله. بعدن هم از متخصص های زبان اونجا چیز کردن، گفتن که اصلا خیلی فاخره این چیزی که برای شما ترجمه کردن، و انقدر خوب بود رو چخوف درست نشست. و زمانی که آدم های مردم تماشاچی رشی اومد این کار رو دید، من دیدم اومدم بیرون، گفتن که داشتن میگفتن که چه کار خوبی کردی و چقدر آدم مینازه به این که رشی صحبت بکنه. الان تا الان چی کار میکردن؟ کمدیاشون دقیقا کمدیان میومد با همون زبان خود شوخی میکرد برای اینکه خنده بگیره. خب تماشاچی تحقیر میشه. بله. و وقتی این زبان رو اونجا میدیدن که چقدر خوب روی چخوف نشسته داره جواب میده، بدون اینکه من زبانشون رو تحقیر بکنم اینا بخندن، به عکت کارهای چخوف دارن میخندن و خیلی راضی بودن از این اتفاق. جالبه. خیلی بله. جالبه. خیلی جالبه. خیلی جالب آداپته کردی. بله. خیلی جالب. بله. و اینقدرم راضی بودم. من فکر نمیکنم اصلا چخوف آداپته شده باشه قبلا. یادم آداپته شده؟ مثل این که چون من تقریبا همه متنای موجود تو ایران به اسم چخوف هر چی در اومده فکر میکنم تقریبا خوندم. آه. به احتمال زیاد فکر میکنم شده. حتی شاید مهینوس مرحوم مهینوس کویی اصلا چخوف باز بود تو بله ایران. بله. اجرا میکرد قبل از انقلاب نمایشی. ولی از اونجایی که اولین تماشاخانه های ایران محصول روس ها بود، چخوف رو با خودشون میارن تو رشت تبریز و احتمالاً فکر میکنم که اونجا اتفاق افتاده. مطمئن نیستم ولی 80% دارم من یادم میاد گوگل آداپته داشتیم. به نظر من بازرسی گوگل میارن، یعنی بعد اونم میارن. آره آره بازرسی گوگل میارن، یعنی یکی از نمایشنامه‌ای که خیلی اینجا اجرا شده بازرسی گوگله. از روسا گوگل رو من یادم میاد. طبیعیه اون بیاد به خاطر اینکه چخوف جزء کسایی هستش که برای روسا نفرین شده است این آدم هم. یعنی خودشون هم انتقاد میکردن. بله. آره. به لحاظ سیاسی دارم. آره. میگم ولی گوگل در واقع محصول اوناست. آره محصول اوناست. بله. داره اون نمایش بازرس هم خیلی ایران اجرا شده دیگه. بله بله. آره بله. آره بازرس هم انتظامی یک اجرای خیلی خوبی کرد توی سالن تالار 25 شهریور سنگلج فعلی. بله. که خیلی اجرای خوبی بود در واقع قضیه. آره کمدی ببین آداپته ها لهجه خیلی مهمه توی ایران تو کمدیا. وردست خیلی مهمه. بله. یعنی وردست قهرمان خیلی مهمه. همون نوکرهای نوکرها. بله. نوکرها تقریبا میشه به وردست های. بله. فیلم های فارسی که معادل های زیادی داریم به خاطر اینکه قهرمان کمدی ما همین سیاهه، یعنی اون جزء وردست ها حساب میشه. آره وردست سیاه. سیاه, سیاه وردست. قهرمانمون وردست. بله. نوکرهای تمام نمایش ها در واقع میشن وردست های فیلم های فیلم ها. بله. وردست بله. قهرمان. بله. بله. ها در واقع. از چه منظر باحالی دارین دنبال میکنین فیلم ها رو؟ یعنی اصلا به طور کلی خیلی مهمه. بله. یعنی هم فیلم های کمدی هم نمایش های کمدی. و خیلی جالبه تو نمایش هم خیلی تجربه داری. من خیلی نگاه کردم. بله. در واقع مسیر کاریت رو دیدم. خب شکسپیر هم تو اجرا کردی. بله. آره تو اصلا صاحب وقتی شکسپیر اجرا میکردی میدونستی شکسپیر تو ایران خیلی اجراهاش موفق نبوده؟ یه چیزهایی شنیده بودم ولی چون خودم ندیده بودم یکی دو تا کار دیدم به دلم هم ننشست. همونجور که چخوف دیدم به دلم ننشست.
چه خب چی دیدی؟ از کارهای آقای زنجانپور و یه تعداد کارهایی که مثلا شاید دانشجوهای اجرا داشتن میکردن که تصورم اینه شاید به لحاظ چیز اون روالی که خانم اوسکویی داشت میرفت درسته، ولی و خوشایند من نبود. تصورم این بود که این قرائت قرائت خوبی نیست برای این متن. قرائت مهین اوسکویی کلن نوعی که قبلا بله بله مدل این که خود استانیسلاوسکی هم همون دعوایی که تو زمان خودش وجود داشت، چخوف قرائت اونا رو هم دوست نداشت. اینا دارن قرائت اونا رو دارن انجام میدن. من اون حالی که خود نکاتی که خود چخوف داره میگه رو بیشتر قبول دارم، چون متن چخوف رو داریم اجرا میکنیم. هم چخوف سخته هم شکسپیر. بله شکسپیر جفتشون سخته، چون شکسپیر هم تو ایران خیلی موفق نبوده. بله. یعنی اجراهای ایرانش موفق نبوده زیاد. یعنی من توی حافظم، مگه تو حافظت بیاد چیزی؟ نه خیر، چون این دوتایی که اسم بردین توی اروپا جزو تاپترین چیزاست. یعنی یه آدمی میگن که شکسپیر بازی کرده اعتبار خیلی گندهیه، میگن چخوف بازی کرده باز همونه. چون من اوتلوی کوسر رو دیدم. بله. اوتلوی کوسر که مرحوم در واقع تاروخ یاگوش بود. آره یادمه در واقع که سوسن فرخ نیام این که در واقع فکر میکنم دزدمونا بود و فرید فکر میکنم اوتلو بود دیگه. اوتلوی اوسکویی رو من ندیدم در واقع. آره اوتلوی اوسکویی ندیدم. ظاهرا ما بیشترین نمایشی که اینجا باید اجراشته بشه اوتلوه دیگه فکر کنم. یه اوتلو هم یه هنرپیشه‌ای از خارج اومد بازی کرد که اون فرانسه صحبت میکرد، بعد در واقع لورتا فارسی صحبت میکرد. خیلی جالب نقش درسمون رو اسم اون یادم رفته. حالا در واقع اوتلو. ولی تو نمایشی چی رو اجرا کردی از شکسپیر؟ رویه شب نیمه تابستان. چه نمایشی؟ کمدی بود. بله. که خیلی نمایش نفرین شده هستین، میدونین که تو اونجا انگلیسا بهش میگن هر کی این کار رو برمیداره باید حواسش باشه یه اتفاق بد میفته. تو کار منم افتاد، تو بقیه آدمایی هم که اجرا کردم افتاد. من یه پسری رو اونجا از دست دادم تو تصادف. تصادف که خیلی حالم بد شد. پسر خوده؟ نه، پسر از بچه های دانشگاه خودم بود. بعد بچه های دیگه کوشکی اینا کار کردن، یکی دو نفر دستشون شکست، دست و پاشون شکست. گفتم انگلیس ها ظاهرن یه چیزهایی میدونن. خرافاتی هم انگلیس. آره خیلی خرافاتی هم در مورد این کار مخصوصا. رویای شب نیمه تابستان میگن یه جوره نفرین شده است. هر کی هم برمیداره یه بلایی سرش میاد و منم تجربه کردم اون بلا. اگر برگردیم به مسیر تئاتری تو تئاتر رو با در واقع علی رفیعی شروع کردی. بله. آره بله. علی رفیعی شروع. تو دوره اصلاحات شروع کردی تئاتر رو. بعد دوره احمدی نژاد هم بازی کردی، کار کردی. دوره بعدش این سه دوره رو اگه بخوای مقایسه کنی، بهترین دوره‌ای که تئاتر داشته کدوم دوره؟ والا بیشک همون دوره اصلاحات بود. دوره احمدی نژاد سخت‌ترین دوره بود. از این منظر برام مهم بود که من تو اون دوره گفتم گروه تئاتریم رو میکشم بالا. گفتم تو بدترین دوره باید این کار رو بکنم که دوره احمدی نژاد بود و این کار رو کردم. تو همون دوره لیف شکل گرفت، چون لیف حداقل توی تئاتر اسم گروهته. بله. توی تئاتر خیلی جریان‌های خوبی رو به وجود آورد و مثلا فستیوال داشتیم. این بود که جزو چیزهایی بودیم که البته دولت سوء استفاده کرد از کارهای ماها، چون اونا عاشق این هستن که به فرهنگ پول ندن و ما بحث تئاتر خصوصی رو پیش کشیدیم. از این استقبال کردن دیگه پولم ندادن به ایشکی. تا قبل اون به تئاتر یه مقدار میرسیدن. تئاتر دولتی بود دیگه. بله تقریبا. بله. از اون موقع خوششون اومد، نه اینکه اون مقوله رو فهمیده باشن، چون بعید میدونم اصلا فهم خیلی درستی در مورد این اتفاقاتی که ما داشتیم فکر میکردیم برای هنر خوبه که تابع جایی نباشه اینو فهمیده باشن. فقط پول ندادنشو خوب فهمیدن.
که دیگه ندادم، به هیچکی ندادم. یعنی تو دوره احمدی نژاد تجربه خوبی کردی؟ تو اون دوره همه چی رو درست کردیم ما خودمون. آه خیلی جالبه، چون تو دوره احمدی نژاد یک اتفاق تو سینما میفته، اسخر فرهادی میشه، کشف دوره احمدی نژاد اسخر فرهادیه دیگه. خیلی نکته غریبی ها. واقعیتش من دارم میگم که یه دوره قبلش رو نگاه بکنیم، چون آدمایی هستن از قبلتر میان دارن میان. بله. اونجا مشتر رو داره میزنه. آره اونجا دیگه تثبیت میشه دیگه. بله. درست. آره احمد اسخر فرهادی از دوره اصلاحات آمد دیگه. بله. با شهر زیبا و اون فیلم رقص در غبار، ولی خب توی شکوفا شد توی دوره احمدی نژاد و دوره احمدی نژاد مجبور شد که بپذیره شکوفاییشو. بله. نکته خیلی مهمی این قضیه. پس معتقدی تا در دوره اصلاحات از همه دوره ها بهتر بوده؟ بله از همه دوره ها فکر میکنم بهتر بود. الان تئاتر در چه وضعیه؟ الان که بعد کرونا و بعد این اتفاقات کاملا به نظرم انگار تموم شده است. خوشایند ایناست، چون تئاتر چیزی هستش که حتما دلشون میخواست، ولی مقوله اینجاست سینما تعطیل بشه. واقعیت همینه. من از اول یادمه تو هر جایی هم نشستیم من گفتم که دغدغه فرهنگ مخصوصا تئاتر مسئله اینا هیچ وقت نبوده. مسئله امروز، یعنی مسئله مدیریت امروز منظورته؟ امروز هم نه، از قبل هم همین بود، اصلا مسئله شون نبوده. کدوم دوره بوده؟ ببینید تقریبا توی دوره‌ای که یه ذره میگم همون دوران اصلاحات بود، چون شاخصای اون آدم‌ها آدمای حداقل نمایش دیده بودن، اگه می‌خواستن تعطیل بکنن پای نمایش دیده بودن. این الان مسئولین الان یکشون نمی‌دونن نمایش چیه، شاید می‌دونن مثلا بولینگ عبدو رو می‌دونن که مثلا مخاطب اونجا که توی سالن‌های غیر حرفه‌ای خصوصی اجرا می‌شده که بیشترشون کمدی و مخاطب مثلا خانواده میان چیپس میگیرن پاپ کورن هم میگیرن میخندن. تئاتر گلدیست دیگه. هیچ کدوم اینا من قسم میخورم تئاتر ندیدن، اصلا ندیدن. شاید مثلا یکیشون گمراه شده یا یکی دستشو گرفته گفته مثلا تو حداقل مثلا تو آدم فرهنگی هستی بیا بشین تئاتر ببین، خودشون به دل خودشون نیومدن. و یه نکته ای، سینما بگیم که عناصر این که یه فیلم ساخته بشه چیه؟ یه بودجه ای هست، یه بازیگر، دوربینه، تدوینه و یه چیزا، این ساخته میشه. حالا که اینشون بدیم کاری نداریم، ولی ساخته شده. ولی تئاتر میگیم که متن، بازیگر، کارگردانه و مردم. این تماشاچی رو به هیچ عنوان نمیشه، چون تا یک تات نیاد جلوی بیننده اون اثر کامل نیست. زمانی میاد کامله. پس تماشاچی تات رکن تاتره. الان تماشاچی تات نمیره، نه اینکه علاقه ای نداره ها، قهره. سینما هم نمیره، ولی سینما یه دونه را داره. ما همه این آدما نشستن تو خونه همه فیلم ها رو دارن دنبال میکنن، ولی تو سینما قدم نمیذارن که دیده نشن، چون دارن یه کنشی رو دنبال میکنن. تو تئاتر نمیان که دیده نشن، چون این دیده نشدنه. ولی اگه تئاتر رو ببریم مثلا بگیم که توی پلتفرمی هست شده که آمار اونجا مثلا بگیم که این همه آدم دارن میبینن، شده یه نفرشون بگیره تکثیر بکنه که همه ببینن، این کار رو خواهند کرد. تئاتر رو دنبال میکنن. نشون دادیم تو این سالا که خیلی مردم تشنن به تئاتر. خیلی تشنن. حتی خیلی تشنن. از خیلی جا از فیلم جلو زد. دیگه بله، مخاطبش بله، چقدر بله، 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 بله. به نسبت سینما دارم میگم یه سالا بله. یه سالونه بله. سینما تو همه جای ایران یه فیلم داره نشون میده، درصدی که داره میفروشه باید بفهمیم که این چقدر جلوه داره میبره تئاتر. نمیرن چون دارن یه کنش اجتماعی رو انجام میدن، نه اینکه علاقه ندارن. نباید دیده بشن تو سالن، نباید
نشون بدن که ما الان تو اجتماع داریم با فعالیت های شما که مجوز داریم میدین حضور داریم. تو پلتفرم میشینن ته همه چی رو در میارن، همه چی دارن میبینن. بعید میدونم فیلمی در بیاد جوانای امروز نبینن. اما بگین که بیاین تو سینما ببینین، هیچکی نمیاد. تو تئاتر هم هیچکی نمیاد. تو سینما مهم نیست چون میره اونجا میبینه. یعنی تو تئاتر مهمه. یعنی ما از نظر فرهنگی در شرایط خیلی ویژه و خاصی قرار داریم. بله، به نظر من جزو چیزهایی هستش که تو نمودارش شاید یه بزنگاه تاریخی قرار داریم. به خاطر اینکه من میتونم بفهمم که یه با مسئله پارادایم سر و کار داریم. ماجرای این نیستش که یک چیزی داریم اصلاح میکنیم، ماجرای این هستش که به این رسیدیم که داریم میگیم که نه آقا این خیلی نباید تغییر بکنه، خیلی چیزا باید عوض بشه. بله، یعنی که تو این بزنگاه خیلی مهم قرار داریم توی تاریخ بعد انقلاب. من چون حافظه خیلی خوبی ندارم، یه چند تا جا بود که به زنگاه مهم بود. یکی از این روزها همین امروزه. بله بله، قبلنم بود ولی الان خیلی به زنگاه خاصی. بله بله، چون پاره فرهنگی مدرن جامعه خیلی رشد کرده. یعنی پاره مدرن جامعه، چون جامعه ما جامعه دچار چنگانگی فرهنگی. بله بله بله، دیگه ما یه پاره مدرن داریم، این پاره سنتی. پاره مدرن رشد کرده، خیلی روش کردیم. بله، وحشتناک. و ما نمیخواییم بپذیریم چیزی که شاه نپذیرفت. پاره سنتی جامعه روش کرده بود در سالهای در زمانی دقیقا. که شما موقع بچه بودید، سالهای 56 بله. 55 پاره سنتی جامعه روش کرده بود و شاه نمیفهمید پاره سنتی جامعه روش، و ما الان نمیفهمیم پاره مدرن جامعه روش کرده. دقیقا، این نقطه خیلی ندیدیم تلخه. اینو ندیدیم. یعنی حتی اون تظاهرات چیز زیادتونه، سکوت. بله، 88 مدرته اون که بی نظیر تایی تظاهرات تاریخه. یه جماعتی اومد بیرون که هیچکی فکر نمی کرد وجود داره. اصلا اون مهمترین معلوم بود که نادیده گرفتن. نه، اون مهمترین تظاهرات طبقه متوسط. بله بله، در بله. ایران دقیقا. یعنی طبقه دقیقا. متوسط یک بار منسجم اومده بیرون، اون تظاهرات 88. بله، طبقه متوسط. طبقه متوسط یعنی تحصیل کرده ها، یعنی دکترا، یعنی مهندس ها، موتور جامعه. بله، یعنی طبقه متوسط یعنی این. یعنی این رو ما باید بفهمیم که طبقه متوسط یعنی تحصیل کرده های جامعه. بله، این نکته خیلی مهمیه. آره، اون خیلی مهمه قضیه. الان در واقع یک جور خاصیه دیگه. ما تغییرات جامعه رو نمیخوایم، تغییرات پاره مدرن جامعه. آقا پاره مدرن جامعه تقاضایی داره. یعنی داستان اینه الان دیگه. داستان این نیست که همه چیز رو ما با واژه‌های دیگری، با تحلیل‌های دیگری چیز کنیم و اینا. خب الان در واقع سینما رو چگونه می‌بینی؟ وضعیت سینما الان کار می‌کنی سینما یا نه کار نمی‌کنی؟ والا سینما هم شده این وسط، ولی انقدر این سریال‌ها چون آره تایمشون طولانیان اجازه نمیدن. من مثلا همین اواخر واقعا کلی چیز داشتم، پیشنهاد سینمایی داشتم، نمیتونستم چون درگیر این بودم. میدونم که اونا حداقل یک ماه تا دو ماه به زمان نیاز دارن که آدم اونجا باشه و من همش درگیر سریالم متاسفانه. درگیر اصلا سریالات رو چیز که من رهایم کنه دیدم. بله، نیو کمپ هم دیدم، اینا رو دیدم. من سریال تو قضیه علم که سریال کیارش اثری زاده داری. بله، با عطارم بازی میکنی. غیر از این دوتا سریال دیگه بازی کرده بایی تو؟ مثل این که فکر میکنم راز بقای سعید آقاخانی. آره آره، اونایی که تو پلتفرم بودن. آه، بعد قبل اون یادم نمیاد، ولی بقیه سریال هایی بود که اون زمان های خیلی دور توی تلویزیون. آره، تلویزیون که مسافرانه الان داره. شمدونی و مسافرانه. آره، شمدونی و مسافرانه. مسافر خیلی سریال خوب بود. بله بله، سریال تو همون دوره هم بود. اصلا آره، اون دوره اون طنزای تلویزیون هم درخشانه. بله، اون طنزایی که اون موقع ساخته شد، هم پیمان قاسم خانی مینوشت و اینا، و بعضیش مهران مدیری کار میکرد. این رامبد جوان کار کرده. بله بله، مسافران. اونا هم درخشانه، اونا هم تکرار نشده، اونا هم در تاریخ طنز ایران یعنی دگرگون کردن طنز و سینمای طنز و اصلا تلویزیون در یک دوره دگرگون میکنه
سینمای طنز و پاورچین یادته، نقطه چین یادته، بله. اونام سریال خیلی خوب بودن، به ویژه سریال عطاران که تو بازی نکردی تو. بله خیلی خوب بودن. من عطاران رو بیشتر از بقیه دوست. آره عطاران مهمترین سریال ها رو ساخته، چون توشون طبقه پایین خیلی خوب در اومده. بله. یعنی طبقه پایین خیلی خوب در اومده قضیه رو. ببین ما تو رو به عنوان هم بازیگر و هم کارگردان، در واقع تو هم کارگردانی، یه دوره رفتی شمال، الان شمال زندگی نمی کنی دیگه؟ الان دیگه اینجا خیلی چیز هست، ولی جام هم محفوظه. اون موقع رفته بودی بچه ها رو گذاشتم. اون موقع بچه ها رو با بچه ها کار میکردی، تئاتر کار میکردی و یه سری کارای اینطوری میکردی با بچه ها دیگه. بله اونجا کار کردم، متاسفانه این بستن اونجا رو، نذاشتن، خیلی بهانه های مختلف آوردن علکی دیگه. گیلان خبرسازه این روزا. آره گیلان اونجا هم بستن. ولی البته گیلان میدونه که تئاتر خیلی قوی داشته. خیلی قوی داشته. بله. سوسن خانم تسلیمی و پدرش خسرو تسلیمی و اینا و مادرش منیره تسلیمی همه مال گیلان هم دیگه فکر کنم. بله. یعنی اصلا سوسن که البته بازی نکرده بوده اون موقع، بچه بوده، ولی مادر و پدرش. بله حتی اون سالن ها وقتی موجوده. آره. حتی از کتابم خبری نباشه سالن ها داره میگه یه اتفاقی داره میافته اونجا که خیلی قدمتشون زیاده. زنجانم تاعت داشته، سابقه تئاتر تبریز خیلی زیاده. بله زنجان هم داشتن کار میکردن، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت دیده نشد، چون من خودم از اونجا شروع کردم. البته با سینمای جوان شروع کردم، ولی اومدم یه تئاتر چوب دسته ورزیل ساعدی رو دیدم کجا دیدی؟ فتلی بیگی تو زنجان. او میزا فتلی. بله. بیگی اجرا میکرد تو زنجان. بله فتلی بیگی اجرا میکرد که اصلا انقدر مجذوب تئاتر شدم جادوم کرد. اونجا با سینما آشنا شدی اول یا با تئاتر تو زنجان؟ اول بچه بودی؟ با سینما آشنا شدم. چه فیلمی؟ من کینگ کونگ رو دیدم تو زنجان؟ جالب. میگم مثلا از بازیگری رو از کجا شروع کرد؟ من با کینگ کونگ شروع کردم. فکرم کینگ کونگ جان گیلرمن دیدی که آره آره. ولی پشت سر کینگ کونگ اولین جایی بود که برادرم برد من دیدم و خیلی برام عجیب بود. همون باعث شد که بگم که یه دور دیگه بریم. پاپیون رو رفتم و پاپیون یه دونه آپاراتچی اونجا بود که شاگردش تو محله ما بود، شاگرد آپاراتچی که من بعدم فهمیدم، چون تو کینگ کونگ اونو اونجا دیدم شاگرده رو، که بعد فهمیدم اونجا ده. رفتم پاپیون رو دیدم قاچاقی، 7 بار پاپیون رو دیدم. من نمیدونم چرا اون فیلم خوبیه، بی‌نظیره. خوبیه. نه این که دارم. بچه بودم چه موسیقی هم داره. مثلا بچه بودم شاید کینگ کونگ برام بگیم که جذاب بود، جذاب چون یه حیوان عجیب. بله یه حیوان عجیب سرگرمیه در هر صورت، ولی چرا پاپیون این اندازه تأثیر گذاشت؟ واقعا 7 بار دیدم. میدونی اون کینگ کونگی تو دیدی کینگ کونگی سیاسیه؟ یعنی در واقع عوض کردن کینگ کونگ اولیه رو، تبدیلش کردن به شرکت نفت و نفت و کمپانی های نفتی و اون موقع مفاهیم سیاسی تو سینمای دهه 70 امریکا زیاد بوده دیگه. آره اون موقع بعد کینگ کونگ اواخر که ما دیدیم نه برگشته بودن به همون زمان سابق، ولی فیلم خیلی مهمیه کینگ کونگ. بله پاپیون هم خیلی فیلم. ایرانی هم دیدی وقتی بچه بودی؟ ایرانی ها رو دیگه بعدش افتادیم توی تلویزیون. تو سینما یادم نیست چه چیزی که مثلا روم تأثیر بذاره ها. بعد چون تلویزیون اومده بود، ما مثلا جزو تو کوچه‌مون اولین نفرایی بودی که تلویزیون داشتیم. اولین سریالی که یادته چیه؟ خیلی چیزا یادمه. من حتی مثلا یه سینمای وحشت بود یادتونه؟ گالری وحشت. گالری وحشت. اون اسپیلبرگ فکر میکنم. اون یکی از کارهای اولیه اسپیلبرگ در تلویزیون اون زمان پخش شد. بله مثلا اینا رو همه رو یادمه.
که اینا رو میدیدم خیلی هم چیز بود و برام عجیب بود. ولی خب کلمبو رو میدیدی، سریال های مکمیلان رو همه میدیدی، اون سریال های ایرانی مدل مثلا دایجان و اینا که بودن، اونا رو که آره میدیدی. بله ولی مثلا سرت به سلطان قاضی صاحبگران هم خورده دیگه. سلطان صاحبگران بله فکر میکنم دیدم اونم. آره اونم دیدم. دوران نوجوانیت میخوره به دهه 60، خیلی جالبه. بله چه خاطری از دهه 60؟ دهه 60 من تو اون دهه شاید اون دوران عجیب غریب مخوف که شاید زیاد نفهمیدم به این خاطر که درگیر تئاتر بودم. نه دیگه وارد بازی شده بودی؟ تفریح نمی کردم من. یعنی بازی می کردی تئاتر؟ بله یعنی می اومدم از مدرسه بیرون، از زنجان تو دبیرستان می اومدم می رفتم توی تئاتر تا شب تاریک بشه اونجا بودم می رفتم خونه، فردا می اومدم تئاتر، همینجور تئاتر تئاتر تئاتر. اون دوره نوجوانیت هم زنجان بودی؟ از زنجان خارج نشدی؟ من نخیر، من از موقعی که دیپلم گرفتم برای دانشگاه اومدم دیگه. آه. اومدم تهران و اومدی هنرهای دراماتیک شد دانشگاه؟ بله بله بله. چه سالی اومدی تهران؟ 67. آه جنگ تموم شده بود دیگه؟ بله دقیقاً چند ماه بود تموم شده بود. تیر ماه تموم شده بود دیگه در واقع. تو بعد از تیر ماه پس بله بله دانشکده هنری دراماتیک همون جایی بود که قبلا بود؟ بله چهارراه آبسردار؟ نه این اومده بود تو چیز ورزنده کنار تئاتر هنر دانشکده سینما تئاتر. بدونی که دانشکده هنری دراماتیک از معروف ترین دانشکده؟ بله 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 و خیلی از بچه های بازیگرمون اونجا درس. بله خیلی ها که بعد اون سالی که من اونجا رفتم تقریبا همه ی بچه های سینمایی که توی ایران درس خونه همه اونجا بودن. کیا؟ همه. جالبه. همه از حاتمی کیا گرفته تا نمیدونم بیژن میرباغ همه بودن. بگم تهیه کننده از توشون در اومد، بازیگر در اومد، کارگردان هم همه اونجا بودن. استادا کیا بودن اون موقع که رفتی؟ استادای قدیمی مونده بودن هنوز؟ قدیمی ها؟ بیرنقانی مونده بود؟ نه خیر. نه خیر مثلا از سمندریون بود که نه خیر چون اصلا اونجا سمندری چه درس نده. نه خیر سمندری درس کده اون زیبا ده. زیبا درس آره. دادن بله از کسایی که مثلا خیلی دکتر مجده مرحوم بود اونجا و کسایی که بعدن اومدن متحول کردن مثل آقای منصور براهیمی. آفرین بله بله آدم این عزیز بله. بود این آقای رفیعی هم یه دوره اومد که البته با ماها کلاس دیگه نداشت چون ما اونجا اومده بودیم بیرون، ولی من چون دیگه اصلا اونجا با هم آشنا شدیم سر یه پایان نامه منو دید که دعوت کرد که برم جزو گروهش بشم. اولین نمایشی که به طور حرفه‌ای رفتی روی صحنه چه نمایشی؟ چیز بود یادگار سالهای شن آقای رفیعی. همین رفیعی؟ بله. آه. خیلی مایش وحدت بله خیلی مایش یعنی که از نمای اصلا رفیعی یعنی طراحی دکور و صحنه آرایی بله صحنه و خیلی صحنه آرایی توش خیلی بله مهم. چون همیشه خودش هم اصرار داره که نمایش رو نمیشنویم میبینیم. بله خیلی به خاطر همین وجوه دیداری و بصری کاراش همیشه خیلی درخشانه. چون قبل از انقلاب یعنی زمان قبل از انقلاب سالای 57 تو همین تالار تئاتر شهر چیز اجرا کرد دیگه راجب امیر کبیر یک نمایشی بود بله که امیر کبیر که بعد انقلاب هم فکرم اجرا کرد خاطرات کابوسا بله بعد انقلاب هم اجرا کرد اجرا کردن آره آره اونم اجرا کرد که اون موقع هم طراحی صحنه‌اش بله تو از رفیع آموختی؟ خیلی من در واقع واقعیت از همون موقعی که از دانشکده اومدم بیرون 10 سال با آقای رفیع بودم، نه هیچ پیشنهادی رو پذیرفتم نه تو سینما و نه تو جایی نه تو تئاتر، فقط با آقای رفیع وفادار بودم. 5-6 تا کارم نکردیم تو اون 10 سال، ولی تمام مدت با هم صحبت میکردیم و در واقع برای ما کلاس میذاشتن آقای رفیع تو خونش
از تئاتر صحبت میکردیم، میشستیم از مد صحبت میکردیم، از طراحی صحنه. یکی از بازیگرایی که من کار کردم خیلی رفیق دوست داره ستاره اسکندری. بله بله، ستاره بعدن اومد. آره آره، یکی از شاگردان رفیقی بود. بله آره، این در واقع که البته رفیقی خیلی رومو جولیت هم داره که تو کار کردی مثل اینکه. بله من اونجا فروتن هم بود مثل اینکه. فروتن بود. بله. آره فروتن هم بود مثل اینکه اونجا. بله که ستاره هم همونجا اومد. آه. با آقای رفیقی کار کرد. علی نمایش اونم تالار وحدت بود. بله تالار وحدت. تو با آتیلا هم کار کردی ظاهرا. بله دو تا کار داشتم با آتیلا. آره تجربه تئاتریت خیلی زیاده. از کی تصمیم گرفتی کارگردانی کنی؟ از همون سال 80 فکر می‌کنم، زمانی که از آقای رفیعی جدا شدم کار کارگردانیم شروع شد. چون ادبیات نمایش خونده بودی، نمایش های کار کردین که قبلا خونده بودی دیگه. بله. یه راجب چخوف خونده بودی. بله بله. مرغ دریایی رو خونده. بله. بودی. بله. و اینا داین وانیه رو خونده بودی و این عاشق چخوف بودی. بله خیلی من جزو متنایی بود که واقعا خیلی تاثیر روم گذاشته بود زمانی هم که دانشجو بودم میخوندم. تو ادبیات نمایشی دیگه چه متنایی رو دوست داشتی؟ غیر از شکسپیر و چخوف که اجرا کردی که نتونستی اجرا کنی؟ نتونستم مثلا خب یه چیزایی بود که خیلی هنوزم که هنوزه دوست دارم، البته اینا بعدن اومدن، مثلا مکدونا و یه دونه کار کردم که خورد به کرونا تعطیل شد، ولی اون یکی ستوان اینیشمور رو کار کردم با بچه ها، اونو خیلی دوست دارم همچنان توی متونه چیز. بعد مثلا خیلی ها رو کسایی که دوست داشتم ازشون اون دوره نتونستم کار بکنم، ولی بعدن حداقل یه دونه مت کار کردم، مثلا آرنولد وسکر بود ازش کار کردم آشپزخونه‌شو. الان دوست داری چه متن تا نمایشی رو کار کنی؟ اگه اجازه بهت بدن چه نمایشی رو کار میکنی؟ والا بعدم نمیاد مکتونا رو ادامه بدم و یه سری متون خیلی جدیدم، ما بچه هایی که ترجمه میکنم معمولا یه نسخه لطف میکنم میدم میکنیم و واقعا خیلی درجه ای مثلا آدم هایی خیلی خوبی داریم توی این دوره، ولی فرصت بشه بعدم نمیاد اینا، بعدم نمیاد شکسپیر یک بار دیگه برم سراغش. چه نمایش شو؟ ریشارد دو. ریشارد ریشارد دو رو خیلی دوست دارم. ریشارد دو یا ریشارد سه؟ ریشارد سه هم داریم. هم ریشارد دو داریم هم ریشارد سه. بله. من عجیب بود یه دفعه ریشارد دو یادم رفت. داریم؟ بله 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 ریشارد دو. بله ریشارد دو داریم. طوفانش هم خیلی دوست دارم. شاهلیرش هم خیلی خوشم میاد. خیلی خوبه. بله. درجه فیلم شاهلیر دیدی؟ بله سه تا فکر میکنم فیلم دیدم. روسیه خیلی خوبه. روسا رو دیدم. بله. ولی به نظرم واقعا کوروساوا ته شکسپیره. آره اونم آره. واقعا. هرچند که نگاه میکنیم میگیم که عاشق شکسپیر. کجاش شکسپیره. ولی به نظرم بهترین قرائت ها مال کوروساواست. آره آره اونم اجراهای خیلی خوبی. بله. یعنی فیلم های خیلی خوبی بر اساس آثار شکسپیر. حسن تو فیلم هایی که بازی کردی چه نقشی تو بیشتر از همه دوست داری؟ اگه بخوای انتخاب کنی انتخاب فیلم ها یا سریال فیلم ها و فیلم ها. فیلم ها فقط فیلم ها. من مثلا خوک رو خیلی دوست دارم. این فیلم های آخری که کار کردم، چون موقعی که اومدم با مانی کار بکنم زمانی بود که یه تغییر توم اتفاق افتاده بود که سینما رو جدی بگیر. آها. قبلش اصلا اینجوری نبودم، مثلا میگفتم تفریح تئاتر کار میکنم، حالا بعضی وقتا بریم یه فیلم هم بازی بکنیم. ولی از زمانی که این اتفاق افتاد جدی گرفتم بعضی ها رو دوست داشتم، مثلا کار خوک رو دوست دارم، این جاده خاکی رو خیلی بله، دوست دارم. بله پناهی داره. پناهی رو. آره. آره. خیلی فیلم عجیب قفل. بله. خوبی آره آره. آره پناهی. یعنی اونم تو بازه جزو آخرین فیلماته که بازی کرد. بله بله بله. تو سریالات چه نقشی بیشتر دوست داری؟ البته نمایش خانگی دیگه در
بله، تو نمایش خانگی من رهایم کن رو خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی بخاطر اینکه اجرای بازی خوبی بوده. آمبیانس، چون اولین جایی هم هستش که از من استفاده چیز نمی کنن، کومیک. و داره این نقش جدی بازی میکنه بله، داره. نقش جدیه که مثلا خوبه و شرایطش هم خیلی خوب بود. شهرام شاه حسینی هم واقعا خیلی جدی انقدر وقت میذاشت سر اینکه بتونیم مثلا چیز بکنیم صحنه رو، و تکلیفش هم خیلی مشخص بود، دو سه تا چیز تعریف میکرد که بگیریم اینو اینو اینو. تو ریشو به خاطر این سریال رهایم کن گذاشته بودی یا به خاطر کرونا گذاشته بودی؟ نه، از چیز رو مونده بود، از جاده خاکی، آه جاده خاکی، چون اونجا به خاطر جاده خاطرتونه. خاکی گذاشته بودی. چون من تو رو توی کنسرت قربانی که دیدم با بله، ریش تو رو دیدم، الان بدون ریش نه دارم اینو. ریش و اسدی زاده در واقع کیارش اینا به خاطر کار همین اونا زدن. آره بله اون ریش هم خیلی بد می اومد ها، بله، خیلی خوش کرده بود. نشسته آره بود. یاد یک کنسرت قربانی هم به خیر با هم دیدیم. بله. آره اون شعر، اون شعری که از شام، ترانه که از شام بخون، بی بله نظیر بله اون خیلی ترانه. تأثیرگذار آره بود خیلی واقعا. تاثیر گذاره. اون شعر شام رو خوندی دیگه؟ بله، من تو دوران دانشجویی انگار انقدر متفاوت بودیم، نمیدونم چرا. من همه شاملوها را حفظ بودم دوران دانشجویی، نه تنها خود شاملو، ترجمه هاش هم حفظ بودم همه رو. مثلا از 1000 تا آدم هایکو ترجمه کرده بود، بله بعد شعرهای مختلف ترجمه کرده بود، تقریبا من همه رو حفظ بودم. اون ترانه‌ای که خوند اسمش از روزگار غریبی است نازنین، اما بله شعر شاملو اسمش از در این بنبست بله که بله فکر کنم بله سال 58 چیز شد، دهانت را میبویند نه مبادا گفته گفته باشی باشی دوست. دوستت دارد. بله، من حتی خاطرم هست تو دوران دانشجویی خیلی موقعی که شاملو می اومد بیرون، یکی از بچه ها نشسته بود نوشته بود، کاغذ می آورد می داد، می نوشتیم می دادیم به یه آدم اصلا دیگه. ببین شاملو از قبل از انقلاب اون نسل ما خیلی تاثیر گذاشت. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، یعنی اصلا این شعری بود که مثلا سالهای 56 و 57 همه از حفظ بودن. این آه اگر آزادی بله، سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، خیلی هیچ دیواری فرو ریخته بر جایی نمونده. واقعا بی نظیر بود. آره من تو دوران دانشجویی شعر بود، مثلا نیما بود، همش حفظ بودم، نیما و شاملو و بعد خیلی از شاعرهای دیگه بودن که نگاه میکردم. مثلا از دانشجویی اومدیم بیرون، نمیدونم چرا بی سلیقه شدیم، دیگه شعر دیگه شعر نخوندی. نخوندم. عجیبه، از احمد رضا، مرحوم احمد رضا احمدی. وای که من عاشقش بودم، که اصلا حالا قرار بود که مثلا یه کارهایی هم بکنیم، چون متنی داشت که مثلا اون موقع گفت که میدیم با آقای رشیدی که تو با متاسفانه همین رشیدی هم شد. کار یه دونه کردی؟ کار کردم، بله، منهای آره دو رو کار آره کردم. قرار بود متن احمد رضا احمدی رشیدی کار کنه. بله، قرار بود کار بکنه و مثلا قرائتش رو خیلی دوست داشتم، قرائت خیلی متفاوتی آورد با خودش، بله چون شاملو انقدر محکم آره اون کوبیده بود اصلا همه چی و که اصلا نمیشد به جز نوارهای شاملو. کاست شعر که از قبل از انقلاب آمد خیلی جریان فرهنگی خیلی عجیبی ساخت، خیلی که خیلی با صدای شاملو آمد، با بله صدای بله خود شاعرها آمد، ولی شاملو هم شعرهای خودش خون، خوند. هم بله، حافظ خون. مولانا رو آره هم خوند، حافظ و محافظ خون و بعد خیلی شعرهای ترجمه خودش هم خوند آره خون که از خیلی آره خیلیا. آره با موسیقی آمد و بله درخشان بله بود، بله بله تأثیر گذاشت. بعد از انقلاب هم شعرهای چیز اومد دیگه، شعرهای سهراب سپهری آمد که بله احمدرضا بله احمدی بله میخوند بله دیگه، میخون. اونها هم خیلی رو ما تأثیر گذاشت. خیلی از نظر فرهنگی اون شعرها رو فکر میکنم کانون در می آورد، اگه اشتباه نکنم بله کانون پرورش فکری در بله می آورد، فکر اون میکنم. نوارها رو کانون پرورش فکری در می آورد، خیلی هم تأثیر داشت قبل از انقلاب میگم. حالا بعد از انقلاب شاید جاهای دیگه در آورده باشم، ولی قبل از انقلاب تو اک رمان هم میخونی؟ یا دیگه نتونستی بخونی؟ بله، من بلند نمیتونم چون نه حوصله‌ام میکشه
نه دیگه باورش دارم. میگم که حالا رمان های چیز که این روز رمان های امروز ها در واقع همین ویژگی رو دارن، خیلی هم چیز نیستن، ولی برسم بله میخونم. دوران دانشجویی رمان زیاد میخوندم. زیاد میخوندم. اولین رمانی که در خوندی زمانی که عاشق رمان شدی چی بود؟ من فکر میکنم که همینگوی بود. آه جالبه. بله چون عاشق همینگوی هم. خیلی هنوزم خوب. که هنوز عاشق همینگوی هم. اون همینگوی خونی ترجمه کی بود؟ یادت نجف بود؟ بله فکر میکنم نجف دریابندری. بله بله بله. آه. چون من ودا با اصله اصلا درخشان ترجمه نجف بود. البته میگه خیلی ها ترجمه کرده خیلی ها. آره آره بله فکر میکنم که آقای دریابندری بود. توی دانشکده پس از با همینگوی شروع کردی؟ با رمان های ایرانی چقدر اخت بودی؟ رمان های ایرانی برای کلاس ها میخوندیم، چون تو بخشی هم ما رمان داشتیم، ولی مثلا قصه های کوتاهش رو خیلی دوست داشتم. تا مثلا قصه های کوتاه هدایت خوندی؟ بله خیلی. چه قصه کوتاه هدایت یادته؟ خیلی هاشو. آه. تقریبا فکر میکنم که اکثرا تو اون دوره همه رو خوندیم ما، یعنی همه هدایت قصه ها رو. بله بله آره. تو اون دوره چون جالبه هدایت عجیب غریبه، ولی جالبه که تو اون دوره مثلا حتی جزو چیزهایی بود که عوام هم میخوندن. بله من یادمه. بله 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 عوام میخوندن. آره احمد محمود چی خوندی؟ اثر تو دوران دانشجویی برای کلاس خوندم. یعنی دولت آبادی چی؟ اونم عیناً همینجوری ایزان. سمفونی مردگان چی؟ خوندم اونو مال معروفی. آره اخیراً هم در اومده. آره که حتی یادمه یک دور رفته بودیم شورابیل. آه. اونجا مجدداً یک چیزهایی برام زنده شد. اومدم باز یه نگاهی کردم بهش دوباره. آره. بله آره. یه دوره الان تازه چاپ دو مرتبه منتشر شده. بله بله. سمفونی مردگان در اومده. حسن مجونی آرزوت برای عرصه فرهنگ الان چیه؟ عنوان یک هنرمندی که هم آگاهی هم به سیاست تقریبا اطلاع داری، اصلا مقاله سیاسی میخونی؟ والا خیلی دوست دارم. معمولا مثلا نمیدونم، حتی بعضی وقت این تئوری هاشون رو اینا. کتاب فلسفه میخونی؟ کتاب فلسفه من خیلی علاقه دارم اتفاقا. مثلا خیلی چیزهایی میخونم که بعضی وقتا به شاید رشته ما قطعا که ربط داره، که مثلا آخرین چیزی که کتابی که خوندم مثلا دیدن شهر بود، شنیدن شهر. بله مربوط به شهرسازی و روایت هست، ولی خیلی کتاب قشنگیه آقای جیرانی. میخونمش. مجموعه مقالات هست که آقایی شهر. که اسمشون نمیدونم، مربوط به روایت های شهر که چرا یک شهر به روایت نیاز داره و خیلی خوبه. یک کتابی هم در اومده به اسم ایران، مجموعه مقالاتی است راجبه ایران شهر. ایران اصلا ایران و ایران شهر است. اونم در واقع عباس آخوندی اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نگفتم. بله. که سید محمد بهشتی اونجا مقاله داره. خیلی اونجا مقاله خیلی خوب دارن. اگه در واقع اصلا روزنامه میخونی؟ یه موقعی خیلی میخوندم. اصلاحات دیگه. اصلاحات. اون دوره که هممون میخوندی. بله. از سال 76. الان نه متاسفانه. آه. اصلا نمیدونم چرا. تو اینترنت هم روزنامه رو باز نمیکنی؟ نه. دیگه از یه تایمی قهر کردم با روزنامه زیادم. با چه کارگردانی دوست داشتی کار کنی نتونستی کار کنی؟ از کارگردانان قدیمی نسل دوم مثل کیمیایی، مرجویی، بیزایی؟ واقعا حرف منو بد نگیرین، نمیدونم چرا چیز نداشتم هیچ وقت. نه بد نمیگیرم، چون تو نسل دیگری هستی دیگر. بله بگم مثلا علاقه داشتم با کسی کار بکنم.
من معمولا بعد اینکه کار کردم علاقمند شدم. یعنی وقتی شناختی کارگردان؟ بله، با آثارش نه. یعنی بگم آثار رو دیده باشم بگم ای کاش من تو کار این باشم، ولی مثلا وقتی کار کردم با یه آدمی علاقمند شدم به کاراش. کار کدوم بازیگر رو، بازیگر نسل اخیر رو دوست داری؟ اگر بخوای نسل ها رو تفکیک کنیم، نسل هایی که بعد از انقلاب آمدن، نسل هایی که قبل از انقلاب آمدن، بخوای تفکیک کنی، تفکیکی چه بازیگری رو به عنوان رده اول میذاری؟ چون ما نسل های مختلف بازیگری داشتیم دیگه. اینو نگم. نگو. چون بازیگری نگی آره خیلی من نفهم. خب میتونی در مورد کارگردان ها بگی؟ نظرم بیرحمانه است در مورد بازیگر ها. فکر میکنم بگم دیگه انزوام به اندازه کافی هیچ کس رو نمیبینم. شاید دیگه خب در مورد کارگردان ها که میتونی بگی؟ چون اون منزوید نمیکنه دیگه. کارگردان های نسل های مختلف. آره چه کارگردانی رو کارش بشه؟ کارگردان های مثلا نسل تو جدیدا من اتفاقا خیلی دوست دارم. آره. جدیدا رو. خب کی؟ مثلا پناهی رو. خیلی خوبه پناه. اصلا فیلم خیلی از باباش خیلی بیشتر دوست دارم. خیلی بیشتر من مثلا بگیم که علاقم به پناه پناهی به لحاظ سلیقه‌ای یا مثلا خیلی پناه رو دوست دارم تا کار آقای پناهی رو. نه اینا نه کار آقای پناهی کار قابل ارزشیه، ولی ما داریم راجع به دوستن، داریم راجع به کارهایی که دوست داریم صحبت میکنیم. بله. آره آره، یعنی اشتباه نشه. بله. ما داریم راجع به کاری که دوست داریم صحبت میکنیم. مثلا احتمال باران اسیدی. بله. آره کی بود کارگردان؟ آره مثلا صنایعی ها کار ازش دیدم خیلی خوشم اومد. بعد صنایعی کار دیگه می نواخره داشت، اونم خوب بود، اونم البته توقیف شد من نتونستم باشم. خب برگردیم به سوالی که ازت کردم بدون جواب موندم. آرزوت برای عرصه فرهنگ چی؟ آرزو برای عرصه فرهنگ به نظرم نبود سانسوره. ببینی هیچ وقت سانسور نمیتونه تأثیر بذاره. من دارم میگم یه چیزی رو قلقم دارم میکنن، یه لیوانی داریم میسازیم، میگن این نباید دسته داشته باشه، ولی لیوان که هست، آب توش میخوریم. آیندگان کاملا میفهمن که این یه دسته ای توش پنهانه. من میگم خودمونو خراب نکنیم. به سر صحبتم به مسئولینه، سانسور به هیچ عنوان نمیتونه، چون مگه اندیشه رو میتونین از ذهن یه آدم رو در بیاریم؟ اونم در جامعه، در جامعه امروز. بله. با فناوری امروز، اصلا با رشد فناوری امروز، اصلا من فکر نمی کنم دیگه در واقع در هیچ جای دنیا ما آدم هایی داشته باشیم که فیلمنامه بخونن، سریال بخونن و قبل از ساختن فیلم در مورد راجب سریال قضاوت کنن و ممنوع کنن یا جلو بگن و نظر بدن. ما نداریم، فکر میکنم هیچ جای دنیا نداریم، فقط ظاهرا مثل ایرانه. البته افغانستان که سینما نداره، کره شمالی هم که من فکر نمیکنم چیزی داشته باشه. تا اون جایی که من میدونم این دو تا رو اگه جدا کنیم هیچ جای دنیا نداریم اصلا در واقع که این سانسوری که تو میگی. آرزوت برداشتن سانسوره. فقط من دارم میگم که محدودیت اصلا نباید، باید نباید ما نداریم، یعنی بی خود و بی جهته. چون الان ما خودمون هستیم که بعضی وقتا یه متن قرن 17 رو میخونیم، بعد با خودمون میگیم ای چرا اینجوریه، بعد میفهمیم که چه بلایی سر این متن اومده که اینجوریه. این خودش رو نشون میده، یعنی اون خود اون سانسوره هم در واقع تو اثر دیده خواهد شد تو آینده. همین امروز ما خودمون داریم میبینیم اینو کاملا. مرسی حسن جان. قربونت. خیلی ممنونم. برای آرزوی موفقیت دارم که بتونی سریال های بهتر، فیلم های بهتر و خودت باز کارگردانی کنی در عرصه تئاتر که عرصه مورد برای شما هم بازی بکنی. حتما من برای شما اصلا بازی نکردم. نه آره متاسفانه من کاراتون هم دوست دارم ها، واقعیتش حالا این اصلا صحبت این ماجره ها نیست، چون سلیقه پرسیدین دارم میگم. یه خب مرسی عزیزم، از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده ما بودن.
ممنونم، شب بخیر.